پاسدار لاریجانی اعتراف به ناکامی برجام. تظاهرات کارگران معترض کارخانه آذرآب عراق. درگیری بر سر تصویب لایحه پوشویی در مجلس ارتجاع. روز دوشنبه برای اولین بار غارت شدگان کلیه مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران از جمله کاسپیان و سامان الحجج مطابق فراخوان قبلی مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت شدگان تصمیم گرفتند مطالبات خود را با اتحاد و تجمع بزرگ و به صورت جمعی دنبال کنند. الله اکبر. کارگران آذرآب عراق روز دوشنبه بار دیگر در اعتراض به وضعیت شرکت خود در خیابان‌های این شهر تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در خیابان‌های عراق ریل راه آهن را بستند. کارگران این کارخانه نسبت به تحویل کارخانه به عوامل رژیم تحت عنوان خصوصی سازی و بلا تکلیفی شغلی و معیشتی خود معترض هستند. آنها برای کارگزاران رژیم ضرب العجل یک هفته‌ای جهت تعیین تکلیف با بانک کشاورزی سهامدار عمده شرکت معین کردند. شامگاه روز گذشته بار دیگر کارکنان و کارگران فروشگاه بزرگ شاپرک قم در اعتراض به پرداخت نشدن 2 سال حقوق عقب افتاده تجمع کردند. خلاف آیین نامه عمل میکنید. بشینید سر جاتون. همزمان با اجلاس FATF در پاریس، آخوند نوروزی عضو مجلس ارتجاع دعاوی دولت روحانی در زمینه پولشویی را زیر سوال برد. آقای دولت شما به من بگو به این قانون پولشویی چقدر عمل کردی؟ جلو چند تا پولشویی رو گرفتی؟ به وزارت اقتصاد بگید از برج 3/97 که این قانون رو ما تصویب کردیم و ابلاغ شده یک مورد پولشویی گزارش بدین. آقا چرا ما رو اذیت میکنین؟ چرا شما ما رو همیشه به جان هم میاندازین؟ پولشویی لازم است. ما گفتیم اگر 1 میلیارد تومان پول مبادله شد در بانک‌ها و مراکز مالی باید گزارش داده شود. 1 میلیارد. چرا اینو به مردم توضیح نمیدین؟ پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع از ناکامی برجام ابراز ناراحتی کرد و در حسرت از دوران طلایی مماشات گفت اوباما تقاضای مذاکره با هدف حل مشکلات را داشت و بر 2 موضوع غنی‌سازی هستی ایران و برداشتن تحریم‌ها در این مذاکرات تأکید شد، اما ترامپ آمد و زیر میز زد. لاریجانی با شکوه و شکایت از اروپایی‌ها گفت اتفاق خطرناکی است که آمریکا هر وقت دلش بخواهد هر کاری می‌کند و کشورهای دیگر یا تماشا می‌کنند یا با حرف زدن حمایت سیاسی دارند، مانند اروپایی‌ها که فقط حرف می‌زنند اما به حرف‌های خود عمل نمی‌کنند. دشکمان خامنه‌ای پس از شکنجه‌های قرون وسطایی زندانی سیاسی ایوب ریگی وی را به زندان زاهدان منتقل کردند. وی در حال حاضر در بند 2 زندان زاهدان معروف به بند ورودی ها به سر می برد. این بند از شرایط غیر انسانی برخوردار است. ماموران زندان این زندانی سیاسی را در طول دوران بازداشت مورد وحشیانه تری شکنجه های جسمی قرار دادند، از جمله آویزان کردن او به مدت طولانی که موجب آسیب دیدن کتف چپ وی شده است. همچنین با ضربه زدن به ناحیه حساس بدن او اقدام به بیدار نگه داشتن وی برای مدت طولانی کرده و از درمان او جلوگیری کردند.
روزنامه القبس کویت از انفجار در پایگاه‌های بسیجیان رژیم آخوندی در بغداد خبر داد. القبس نوشت روز یکشنبه انفجارهایی در پایگاه‌های هشت و شبی جنوب بغداد را لرزاند. القبس جزئیات بیشتری از این انفجارها و میزان خسارات آنها منتشر نکرد.